رسوایی بزرگ بسیج سایبری رژیم علیه رئیس جمهور برگزیده مقاومت خانم مریم رجوی در گرد همایی جهانی ایران آزاد در آستانه 30 تیر 99 در ارتباط زنده از اشرف 3 با 30,000 نقطه در 102 کشور. مشروع گزارش تحقیقی شرکت امنیت سایبری تردستون 71 درباره بسیج هماهنگ سپاه پاسداران، وزارت اطلاعات و مزدوران با کلمات رکیک پاسداری وزارتی علیه رئیس جمهور برگزیده مقاومت ایران. قسمت آخر. کمپین سپاه پاسداران همزمان با رویدادها و برنامه‌های بزرگ اپوزیسیون انجام می‌شود تا گسترش پیام آن را مخدوش کند. این فعالیت برای ایجاد فضای منفی و تردید در رابطه با شورای ملی مقاومت ایران و به طور خاص رئیس جمهور برگزیده این شورا مریم رجوی است. کمپین‌های سپاه پاسداران به طور آشکار قوانین و سیاست‌های شبکه اجتماعی را نقض می‌کنند. ساسپند شدن مداوم حساب‌ها همراه با باز کردن گسترده حساب‌های جدید باعث استمرار و ادامه دار بودن این جنگ می‌شود. به اعتقاد تردستون 71، گروه ریستارت ساخته وزارت اطلاعات و امنیت رژیم ایران است که برای مقابله با سازمان مجاهدین خلق و گروه‌های مخالف رژیم ایران ایجاد شده است. وزارت اطلاعات به طور مستمر از طریق گروه ریستارت ایرانیان مخالف از جمله سازمان مجاهدین خلق را از طریق توییتر، یوتیوب، سایت، بلاگ و تلگرام هدف قرار می‌دهد. تردستون 71 در جمع‌بندی گزارش خود درباره کمپین رژیم علیه مقاومت همزمان با اجلاس جهانی ایران آزاد زیر عنوان استراتژی کمپین می‌نویسد: تحت مدیریت سپاه پاسداران این کمپین با رویدادها و بزرگداشت سالگردهایی که اپوزیسیون برگزار می‌کرد همزمان بود و با این هدف صورت گرفت که گسترش پیام آن را مخدوش کند. این فعالیت برای ایجاد فضای منفی و تردید در رابطه با شورای ملی مقاومت ایران و به طور خاص رئیس جمهور برگزیده شورا مریم رجوی است. کمپین‌های سپاه پاسداران به طور آشکار قوانین و سیاست‌های شبکه‌های اجتماعی را نقض می‌کنند. ساسپند شدن مداوم حساب‌ها همراه با باز کردن گسترده حساب‌های جدید باعث استمرار و ادامه دار بودن این جنگ می‌شود. سپاه پاسداران به دنبال شیوه‌هایی است تا مخالفان خود را به سخره بگیرد. پیام منفی ایجاد شده باعث می‌شود که مخاطب به طور جدی به موضوع و محتوای پیام فکر نکند. کاربران دیگر بیخبر از عملیاتی که در جریان است، بدون اشراف به نقششان در این عملیات، به منعکس کردن پیام ملحق می شوند. تردستون 71 بخشی از گزارش خود را به بررسی کمپین شیطانسازی رژیم علیه مقاومت، و بخشی را به دستگاه ساخته و پرداخته وزارت بدنام اطلاعات تحت عنوان ریستارت اختصاص داده که حساب‌های آن همزمان با کارزار انتخابات ریاست جمهوری آمریکا به فعالیت‌های گسترده علیه مخالفان ایرانی پرداختند.
در این بخش از گزارش چنین آمده است. حساب ریستارت لیدر میگا ستستون 71 ارزیابی می کند که وزارت اطلاعات حکومت ایران به طور مستقیم از سایت و شبکه های اجتماعی ریستارت voiceofrestart.com حمایت می کند. وزارت اطلاعات به طور مستمر از طریق گروه ریستارت ایرانیان مخالف از جمله سازمان مجاهدین خلق را از طریق توییتر، یوتیوب، سایت، بلاگ و تلگرام هدف قرار می دهد. ویدئوی مورخ 13 اوت 2013 شواهد مستقیمی را از رابطه محمد حسینی که خود را صاحب ریستارت معرفی می کند با وزارت اطلاعات نشان می دهد. حسینی که در یک برنامه تلویزیونی حضور پیدا کرده بود اذعان کرد که در امارات وزارت اطلاعات با او ارتباط برقرار کرده است. وزارت اطلاعات فرصتی را برای راه اندازی یک تلویزیون به او پیشنهاد داد. مأمور وزارت اطلاعات گفت یه جلسه آخر ما با بچه های اطلاعات محبت کردم و ما گذاشتن در امارات گفتن بیا ما هم تلویزیون بزنیم. بچه اطلاعات به شما پیشنهاد دادن یه تلویزیون بزنیم؟ گفت ببین خبرهایی بهت میدیم که به نفعت، تو به ما فوش هم میدی رو آنتون، تو اگه مشکلت وجهته ما وجهت رو درست میکنیم. حسینی یا این پول رو میگیری یا یه دهمش رو مصرف میکنیم نمیذاریم موفق شیم. خودت انتخاب. تلویزیون میزنی آگهیش میاد، سیستمش هست، خبرهایی هم به تو میگیم که همش انتقادی. وزارت اطلاعات با استفاده از چند حساب ذی‌نفوذ به موازات موضوع انتخابات ریاست جمهوری آمریکا به طور مستمر اطلاعات منفی علیه مخالفان ایرانی منتشر میکند. در بسیاری از پست‌ها دونالد ترامپ، پومپئو و سایر رهبران شناخته شده دنیا را مخاطب قرار می‌دهند و به این شیوه به دنبال به رسمیت شناخته شدن و گسترش پیام هستند. حساب‌های توییتری ریستارت لیدر، ریستارت میگا و سماهوس، حساب‌های اصلی در کمپین توزیع اطلاعات غلط و دروغ در مورد ایرانیان مخالف هستند که همزمان با انجام توییت با استفاده از هشتگ‌ها و پست‌هایی در حمایت از دولت ترامپ اقدام می‌کنند. سایت وایس آف ریستارت و کانال یوتیوب و صفحات فیسبوک ریستارت به شدت سازمان مجاهدین خلق را مورد انتقاد قرار می‌دهند. سپس وزارت اطلاعات با انتشار این اخبار در تلگرام پستو به آن دامن می‌زند. حساب ریستارت لیدر که از اساس توییت های فارسی درج می کرد از اول اوت 2020 11 مرداد 1399 به زبان انگلیسی توییت می کند و فالوئرهای انگلیسی زبان را مخاطب قرار می دهد. با پست های ثابت برای مخالفت با گروه های مخالف حکومت ایران رهبری ایالات متحده را هدف قرار می دهند. این کمپین ها از اختلافات در ایالات متحده بهره برداری می کنند و در همین حال اطلاعات غلط و دروغین در مورد مخالفان ایرانی و گروه های ضد رژیم ارسال می کنند. سید محمد حسینی که در شهر هانتینگتون بیچ کالیفرنیا زندگی می کند خود را به عنوان ناجی مردم ایران معرفی می کند. او یک شومن خودساخته، کارگردان و نویسنده شوهای تلویزیونی است که در کلیپ های خود در یوتیوب و در کل شبکه ریستارت نقش اصلی را دارد. فعالیت های حسینی پیشتر منجر به حذف حسابش از تلگرام شده است. حساب های حسینی در توییتر، حسینی تیوی و اینستاگرام یا به حالت تعلیق در آمده یا از بین رفته است و حساب‌های شومن تیوی وی در تلگرام و وبسایت غیر فعال شده‌اند. تحقیقات ما نشان می‌دهد که دست کم یک سایت در محدوده دارکنت یا اینترنت سیاه همان محتویات را بازنشر می‌کند. ترستون 71 در ادامه گزارش خود درباره ترفندهای به کار گرفته شده توسط وزارت اطلاعات تحت نام ریستارت
با عنوان حقه‌های کثیف می‌نویسد: آنها رهبران سیاسی و رهبری گروه‌های مخالف را با استفاده از بسیاری از ترفندهای کثیف که تاکتیک‌های آن را در گذشته شرح داده‌ایم هدف قرار می‌دهند. وزارت اطلاعات این کار را چه از طریق طرح ادعاهای غیر معتبر با استناد به منابع خودش و یا از طریق تغییر محتوای موجود در ویکی‌پدیا علیه دشمنان به کار می‌گیرد. آنها از ادعاهای بی‌پایه و دروغ علیه اهداف خود استفاده می‌کنند. آنها برای پروراندن دروغ به ادعاهای قدیمی و غیر معتبر روی آورده و تئوری‌های توطئه را دامن می‌زنند. وزارت اطلاعات همچنین از محبوبیت شبکه‌های اجتماعی استفاده می‌کند تا به این شکل هر پیامی که در مخالفت با ارزش‌های رژیم هستند را بی‌اعتبار سازد. وزارت اطلاعات از هر سازمان سیاسی احتمالی در ایالات متحده برای تبلیغ پیام و ایجاد اختلاف استفاده می‌کند. با این کار پیام آنها در شبکه‌های اجتماعی مختلف تکرار می‌شود. محتوا معمولاً گمراه کننده و در حمایت یا نفی موضوعی مقرضانه است و برای رساندن پیام مد نظر دستچین می‌شود. به اعتقاد تردستون 71، گروه ریستارت ساخته وزارت اطلاعات و امنیت رژیم ایران است که برای مقابله با سازمان مجاهدین خلق و گروه‌های مخالف رژیم ایران ایجاد شده است. سایت راه اندازی شده توسط وزارت اطلاعات از محتوای ضد رژیم و ضد مجاهدین خلق استفاده می کند تا ایرانیانی را که به ارزش‌های رژیم اعتقاد ندارند از صحنه خارج کند. عملیات فریبکارانه آنها به طور همزمان از چندین پلتفرم به اجرا گذاشته می شود. تلگرام در گذشته دو سایت آنها را بسته است. انگیزه احتمالی دیگر آنها خفه کردن هر گونه مخالفت در داخل ایران از طریق اشباع فضا با پروپاگاندا و تبلیغاتشان است. اطلاعات بات سنتینال تجزیه و تحلیل ما را تایید می کند و نشان می دهد که بیش از 3200 فالوئر حساب ریستارت لیدر جعلی هستند و بیش از 1700 فالوئر غیر فعالند. رتبه بندی های بات سنتینال در این مدار معمولاً بسته شدن حساب توسط توییتر و یا چک و بازرسی آن را می طلبد. بات سنتینال، تعریف حساب‌ها در رتبه بندی مخل. حساب‌هایی که به عنوان مخل طبقه بندی می شوند، اغلب فعالیت‌های توییتری مخربی دارند. برخی از حساب‌های مخل، حساب‌های دیگر را آزار می دهند و از زبان توهین‌آمیز استفاده می کنند. حساب‌های مخل به صورت دوره‌ای اطلاعات گمراه کننده را به اشتراک می‌گذارند و می‌توانند به طور مکرر هشتگ‌ها را به صورت اسپم استفاده کنند. حساب‌های غیر معتبر و رباتیک به طور مرتب به عنوان حساب‌های مخل شبکه رتبه بندی می‌شوند. بنابراین به شما توصیه می‌کنیم هنگام تعامل با حساب‌های مخل احتیاط کنید.